بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون استقلال. برنامه ورزشکده، امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشین. خداوند بزرگ و متعال را سپاسگزاریم که یک بار دیگر فرصت عنایت فرمود تا از طریق برنامه ورزشکده در خدمت شما عزیزان و دوستان باشیم. برنامه ورزشکده هست، بخش اول برنامه ورزشکده بخش المپیک هست و طبق معمول میریم طرف بخش نخست برنامه که یک بسته معلوماتی یک از رشته های المپیکی را خدمت شما عزیزان به معرفی گرفتیم. با هم دیگر بسته معلوماتی را تماشا میکنیم و در ادامه همراه ما باشید. معرفی ورزش کروکت. ورزش کروکت برای نخستین بار در سال 1851 در کشور انگلستان اختراع شد. در سال 1865 آمریکایی ها این ورزش را ثبت کردند و در سال 1868 این ورزش به یک ورزش جهانی تبدیل شد. ورزش کروکت در سال 1900 وارد مسابقات المپیکی و می توان گفت که در حال حاضر بیشتر از 20 کشور به صورت حرفه‌ای این ورزش محبوب را بازی میکنند. در اصل این بازی را بر روی چمن صاف بازی میکنند، ولی نوع دیگر این بازی بر روی زمین ناهموار هم میتوان بازی کرد که البته با آن کروکت گوریلی میگویند. این ورزش تا الان طرفداران خیلی زیادی را پیدا کرده است و افراد زیادی در آمریکا از آن به عنوان یک ورزش جذاب انجام میدهند. فیلم های مختلف این بازی را میتوانید در سایت های مختلف پیدا و دنبال کنید. کروکت چه قوانینی دارد؟ این رشته ورزشی هم مانند همه ورزش‌ها قوانین خاص خودش را دارد که باید بازیکن‌ها از آن پیروی کنند. قوانین این بازی توپی که در ورزش کروکت می‌توان گفت که دو برابر توپ تنیس است. این ورزش را می‌توان به صورت گروهی و یا به صورت فردی بازی کرد. اگر تعداد بازیکن‌ها زوج باشند به صورت گروهی و اگر فرد باشند انفرادی انجام می‌شود. و اما نحوه امتیازگیری در این بازی. ورزش کروکت 6 حلقه دروازه فلزی بر روی زمین گذاشته می شود و بازیکنان روبروی هم می ایستند و توپ هر کدام از گروه ها رنگ های متفاوتی دارد و هدف اصلی این بازی عبور دادن توپ از بین دروازه های فلزی تیم مقابل با کمترین ضربه و بیشترین امتیاز می باشد. در اصل در این بازی توپ باید از کلیه دروازه های فلزی عبور کند و اگر بتواند توپ بازیکنان مقابل را از مسیر مورد نظر خارج کند، امتیاز بیشتر را از آن خود می کند. بینندگان عزیز به ادامه برنامه ورزشکده خوش آمدید. ممنون از این که ما را همراهی میکنین و بیننده هستین. در استودیو ورزشکاران خوب و حامی فوتسال، یک از حامیان فوتسال با خود داریم، تیم اتحاد شرداق و قهرمان لیگ برتر فوتسال جبریل شد. مسئولان این تیم را دعوت کردیم، جناب آقای احسانی و جناب آقای یاری. بسیار خوش آمدید. آقای احسانی عزیز، بروار برای هست که معرفی رو خود شما بکنید. یک معرفی. عبدالخالق احسانی هستم، اسپانسر تیم اتحاد شرداق. سلامت باشین، بسیار خوش آمدید. آقای یاری عزیز، شما یک معرفی. بارز سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز. حافظ الله یاری هستم، مربی تیم اتحاد شرداق. بسیار خوش آمدید، ممنون شما. آقای احسانی عزیز، جدای صحبت‌های اولیه که می‌کنین، هدف شما از حمایت تیم اتحاد شرداق چی بود؟ قبل از این تیم‌های دیگه حمایت کردین؟ نه، اولین بار است که اسپانسری کردیم، جوانا خواستم به کناش استاد شدیم. این اولین بار است که به تیم اتحادیه شرداق اسپانسری کردم که قهرمان شدن. اسپانسری شما یا حمایت شما در چی حد بودن؟ از در حد مالی بودن. مثلا در حد مالی بودن؟ در حد مالی دیگه که من از ورزش هیچ آگاهی نداشتم. دیگه اولین بار بوده که داخل سالن ورزشی رفتیم. افتخار میکنم در کنار از ورزشکاران خود که واقعا قابل. بسیار عالی. چی باعث شد که بیاین این طرف؟ گفتین که اولین بار رفتین داخل سالن، خود شما جوانا... ورزش کردین نکردین؟ نه، خود اصلا ورزش نکردم. دوستا جوانا از ما خواستن که ات اقتصاد افغانستان جوانا فعلا کاروبار سی ندارن. کسایی که دوستایی که فوتسال میکنن جوانای ما،
خب خود قائل دانستیم که بیایم در کنار زمین های ستا وظیفه دانستیم که ورزشکارا رو حمایت بکنیم. شغل شما چی است؟ شغل ما معماری بخش سنگکاری. سنگکاری؟ معمار سنگکار هستم. بسیار عالی، موفق باشین انشاءالله. آقای یاری عزیز، شما از چی وقت فوتسال شروع کردین؟ قبل از او ورزش های دیگه هم کردین نکردین؟ من سال 1396 به طور حرفه فوتسال باشگاه میوند شروع کردم. از او قبلم فوتسال میکردم به صورت حرفه ای نه، تا اینکه آقای رحیم میرزایی استاد مربی تیم فوتسال میوند از ما درخواست کردن که در تیم میوند بیاییم. در کدام تیم ها بازی کردین تماس؟ فقط تیم میوند در سال 1396 تا سال 1399. در تیم اتحاد شرداق بازیکن نبودین؟ نه، اتحاد شرداق بازیکن نبودم، مربی. بسیار عالی. دستاورد شما در میوند چی بود؟ دستاورد زمان که ما در میوند بازی میکردیم لیگ فوتسال لیگ برتر هرات خیلی داغ بود. تیمای مثل صرافان بود، اتحاد بود، متحد بود. اونا خیلی با از نظر مالی هم قوی بودن و اسپانسرای خوبی هم داشتن و میوند زیاد اسپانسری نبود. بخاطر همین سالای 96 تا 99 را دستاورد خاصی نداشتیم، دوم یا سوم یا چهارم میشد. بخاطر نبود امکانات به خاطر نبود امکانات و اسپانسر اینا. بسیار عالی. برنامه‌های بعدی هم دارین برای حمایت تیم ها آقای احسانی عزیز؟ برنامه بعدی که انشالله هستیم در کنار جوانای خود هستیم، تلاش میکنیم که یعنی جوانا رو حمایت کنیم که انشالله رو به ورزش بیاره. اتحاد شرداق قهرمان شد و شما حامی تیم بودین، چه احساس دارین؟ احساس بسیار خوب و خوشی دارم که تیم ما قهرمان شدن. دست بازیکن‌ها رو درد نکنن، تشکر خاصی از هواداران تیم اتحاد شرداق داریم که از ما حمایت کردن، تشویق کردن. یک تشکر خاص ویژه داریم که از شرکت سنگ فروشی نگین آسیا و شرکت مرمر شرق که کنار ما ایستاد شدن. همین بزرگان یک دو تا از تاجرها آمدن کنار ما ایستاد شدن، بیشتر اونا این انگیزه دادن به این جوانا که موفق شدیم پیروش. بسیار عالی. آقای یاری عزیز، مربیگری از چی وقت آغاز کردیم؟ مربیگری را از تابستان 1401 شروع کنم با تیم اتحاد شرداق. اون زمان در لیگ دستیگی جبرئیل بودیم، بعد با امید تیم اتحاد شرداق کماکان اسپانسریش هم به عهده ما بود با نجیب مبارز. همزون شروع کردیم. خب به دلیل نبود مالی خوب نایب قهرمان شدیم اونجا دست یک. بعد از اون یک جام آزاد که جام رمضان بود در لیگ برتر جبرئیل اونجا شرکت کردیم که با تیم اتحاد سیاچوب که خیلی بازیکنای خوبی خریداری کرده بود، مثل رضا غلامی و علی رضا مرادی و مختار جواری که فعلا در تیم از اون بازی می‌نن، فینال که از اونها خوردیم که بازم نایب قهرمان شدیم. بعد از اون کس در لیگ برتر جبرئیل که اینجا شرکت کردیم که آقای احسانی که ما را افتخار دادن اسپانسریزم رو به عهده گرفتن. بعد بازیکنهای خوبی جمع کرده مثل مختار جواهری، رضا غلامی، غلام حیدرپور، علی رضا مرادی، سلمان جان جعفری که همینجا هستن، قهرمان شدیم. بسیار عالی. آقای احسانی، مصارف اتحاد شرداق چقدر شد؟ ما گفتم در چی حدید شما حمایت مالی کردید نگفتین. از این طرف سوال کنم، ولی این رقم سوال کنم، چقدر شد مصارف؟ در حدود یکایم در بطر هزینه برداشتم که در طول سه ماه با 16 تیم رقابت کردیم که افتخار میکنم که هیچ باختی نداشتیم. بهترین بازیکنها رو داریم. بازیکنهای جدید رو هم شما خریداری کردین از وقتی که آمدین در اونجا؟ یکی بنامه علی نظری که الان فعلا تیم سال است. بهترین بازیکنها رو داریم، بهترین گلوان داریم به خاطر ازی که بهترین مربی رو داریم که لیگ خیلی داغ بود، تیمای مدعی هم خیلی بود. حداقل بهترین بازیکنها چی شناخته شدن، بهترین گلوان شناخته شدن، بهترین آقای یاری مربی شناخته شدن، گلوان ما سلمان جعفری، بازیکنها آقای مختار جواهری هستن. شما به بازیکن‌ها معاش هم میدادین؟ دیگه مجبور خیت هست که همین یک هزینه باید آنها خود لازم دارن. نه، معاش مشخص داشتن؟ معاش مشخص نداشتن. یا کسی را اگر خریداری کرده بودین؟ ما مصارف هاش را ما در اوده گرفتیم که با خونا خرج دارن. مثلا از روی همین درآمدش روی زمین است.
بسیار عالی، بسیار عالی. جناب آقای یاری عزیز، نظر شما نسبت به فوتسال هرات چی هست؟ نظر ما در فوتسال هرات از نظر تاکتیکی یک کم ضعیفتر نسبت به کابل، بیشتر فیزیکی کار میکنن تا اینکه تاکتیکی کار کنن، و امیدوارم که بهتر شنه فوتسال هرات نسبت به کابل. لیگ برتر جبرئیل را چگونه میبینین یا فوتسال جبرئیل کلا؟ اگر لیگ برتر جبرئیل نسبت به 6-7 سال پیش که یک سری اتفاق افتاده برای کشور افغانستان، یک کم سچ آمده پایین، ولی بازم سچ خوبه، تیمای خوبی داره در هرات. مقایسه بکنیم با شهر و جای دیگه چگونه است؟ تیمای مدعی داره، تیمای خیلی مدعی قوی داره، مثل شهید حسین ابراهیمی، اتحاد شیرداغ که خود ما هستیم، شهید مزاری، انصار، اینا تیمایی که مدعی هست. بسیار عالی. آقای انسانی عزیز، از حکومت، از تجار، کسانی که مثل شما میتونن تیم ها رو حمایت بکنن، چی خواست داریم؟ فهم شما چی هست؟ از حکومت اول امنیت میخواییم، امنیت شکر هست، فعلا روزن تلاش کنن. واقعا روزی که ما مسابقه داشتیم جمعیت خیلی زیاد میشه، امنیت مردم خیلی مهم از همه چیز است. بسیار عالی. از لحاظ اگر دولت اگر همکاری کنن این جوانا لازم مالی هم خیلی خوب میشه. دیگه از تجارا بزرگای دیگه هم خواهش ما اینه که واقعا ما خود من اولین بار من بود که به سالن ورزشی رفتم، وقتی که واقعا جوانا رو میبینیم، ورزش رو میبینیم، ارزش زیر دارن که در کنارش استا چه. بسیار عالی. آقای یاری عزیز، برنامه دیگه شما چی هست در آینده؟ برنامه با اجازه آقای احسانی که صحبت کردیم در مورد لیگ برتر هرات کست، با آقای احسانی صحبت کردیم که اگه امتیاز در لیگ برتر هرات بگیریم، بعد از انشالله اگر در زو عرصه موفق شدیم، کم کم بریم در سطح کشوری لیگ قهرمان افغانستان. او شایستگی در خود میبینیم؟ انشالله با کمک دوستا، مربی خود. درست در سه بازیکنی ما زیاد دستاورد نداشتم، ولی کوشش نم از مربیانی چون جعفر فیروزی، محمد آقا، حسین اشراق کمک بگیرم که در سطح مربیگری خوب باشه. بسیار عالی. گفتنی آخر شما میشنم؟ گفتنی آخر خاصی ندارم، فقط تشکری خاص منم از جعفر فیروزی که واقعا زحمت کشته بوده برای بچهای جبرئیل، واقعا زحمت میکشه همیشه. و یک درخواست دارم از حکومت فوتسال هرات، برای مربی‌ها یک سری کلاس‌های بذاره که همین سطح مربیگری بالاتر بره. بسیار عالی. آقای احسانی اگر گفتنی داشته باشم باشه. تشکر خاصی از شما و شبکه استقلال و بیننده‌های عزیز. دیگه یک تشکر خاصی که از شرکت کردن روزی که کنار ما بود. آقای عبدالغفور صوفی عزیز به کنار ما بودن. آقای نصیر صداقت که هستن اسپانسر تیم فوتسال افغانستان به کنار ما بودن، شرکت کردن. تشکر خاصی. بسیار عالی. ممنون شما آقای احسانی عزیز و آقای یاری عزیز. ممنون. خوش آمدین. خوش باشید. بینندگان عزیز، برنامه ادامه داره. یک تن از بازیکنان این تیم را هم با خود داریم. بعد از یک میان برنامه ما را هم باید. سلام مجدد. برنامه ورزشکده هست. شما از دریچه استقلال این برنامه را بیننده هستین. در کنار ما آقای سلمان جعفری، فکر کنم بازیکن تیم اتحاد شیرداغ، قهرمان لیگ برتر فوتسال جبرئیل داریم. جناب آقای جعفری خوش آمدین. زنده و سلامت باشین استا. سلمان جعفری هستم، یکی از دروازه‌بانای تیم شیرداغ. بسیار ممنون آقای جعفری عزیز، خوش آمدین به برنامه. سپاس. آقای جعفری، اگر از روزهای اول بر ما بگی فوتسال را چگونه آغاز کردی یا فوتبال را چگونه آغاز کردی، چون فوتبال هم بازی میکنین شما، از روزهای اول اگر قصه بکنی چگونه آغاز کرد؟ فوتسال ما از داخل جبرئیل، از اون کوچه پس کوچه شروع کردیم دیگه، از زمین سیمانی داشتیم داخل جبرئیل، از اونجا شروع کردیم که کم کم باز دعوتشون به تیم میوند، از همونجا شروع کردیم که مثلا آمدیم داخل زمینه فوتبال و فوتسال تا همین الان دیگه. بسیار عالی. به کدام تیم‌ها بازی کردی؟ به کدام پست‌ها بازی کردی؟ همش ما دروازه‌بان بودم. خب کلا دروازه‌بان دیگه. از میوند که شروع کردم دروازه‌بان بودم، از همونجا سنی پایین از اون شروع کردم به دروازه‌بانی، کم کم توی لیگ برتر فوتسال هم دروازه‌بانی کردم برای میوند.
رفته رفته آمدم باز توی زمینه فوتبال توی تیم استقلال برای یک سال کمکی آمدم، باز سال بعد چه باز تمدید کردم یک سال با تیم استقلال و بعد از او آمدم توی تیم سرخپوشان. توی تیم سرخپوشان آمدیم و قهرمان لیگ برتر شدیم. بعد از لیگ برتر لیگ های زونا داشت، لیگ زونا هم قهرمان شدیم. بعدش کم کم دیگه با تمرینایی که یک و نیم سال بود دیگه رفتیم تی بازی های لیگ قهرمانان و خدا شکر که اونجا هم قهرمان شدیم با سرخپوشان. با سرخپوشان قهرمان لیگ قهرمانان شدیم. بعد اونجا دیگه سال بعدش مشکلاتی بود، بعدش رفتیم توی تیم عصر جدید توی فوتسال کابل که نایب قهرمان شدیم. تیم صداقت قهرمان لیگ قهرمانان فوتسال افغانستان شد و باز امسال هم که آمدیم پس داخل هرات توی لیگ شمسکلا برای چند بازی که آخر مانده بود، مثلا 6 بازی و 5 بازی بود دقیقا دونی، با شمسکلا گپ زده بودم خود جلوترم و توانستم با شمسکلا قهرمان لیگ برتر امسال بشم. بسیار عالی، بسیار عالی، افتخار ماستن. ممنون شما. کیها شما رو تشویق کرده که این دستاوردار داشتین نام خدا؟ خدا شکر همیشه پدر و مادرم، دوستا، خواهر برادرم همه تشویق کردن، همیشه تشویقگر من بودن و سپاسگزارم از اینا. کسی از دولت هم از شما تقدیر کرده؟ دولتی ها، حکومتی ها که آماده باشه تقدیر کرده باشه؟ دولتی ها قبلا مثلا بودن، بعض دوستایی بودن که مثلا واقعا برای ورزشکارا یک ارزش خاص قائل میشدن و الانی هم این حکومتی هم که ما داریم خیلی هم حکومت خوبیه و خدا رو شکریم که همه چیز درست پیش میره و مشکل خاصی نداریم در این جامعه در حساب حکومت. دیگه چیز خاصی نیه دیگه، فعلا همین که همیشه هوای مرداره و به امنیت دار میگیره. سپاسگزارم ازش. بسیار عالی. مشکلات را چی میبینی خودت؟ در تیم‌های مختلف بازی کردی، تجربه ورزشی در فوتسال و فوتبال داری. یک ورزشکار در هرات چه مشکلات داره مخصوصا در عرصه فوتسال و فوتبال به نظر خودت؟ اقتصاد همیشه گپ اول میزنه تی افغانستان و مشکل عمده بچه‌های افغانستان هم اقتصاد است و بعد از اقتصادم و برمیگرده برای مربیگیر، کسایی که مربی هست، کسایی که مثلا در عرصه ورزش پیش قدم هستن باید خیلی متوجه مثلا ورزشکارا باشه. مربی ها رو باید در سطح علم و همه چیز باید آگاه باشه، مثلا سنف های برگزار کنن که مثلا باعث پیشرفت بچه ها بشه، مثلا سطح بچه ها بالا بره. همیشه فیزیک هرات خیلی خوب بوده ولی اگه بتونه فنی و مثلا حساب سیستم همه چیزهایش هم عالی بشه، ما همیشه نماینده توی تیم ملی همیشه داریم. بسیار عالی. چند ساله هستین؟ ما 25 ساله. 25 ساله. هدف و آرزویتون چی هست در راستای فوتسال یا فوتبال که فعلا کار میکنید؟ خب هر ورزشکار آرزوی ازیر داره که مثلا به تیم ملی دعوت شه و توی تیم ملی تو بزنه دیگه. من یکی از آرزوهای من همیه که مثلا بتونم یک روز بره کشور خود افتخار آفرین باشم و بتونم توی تیم ملی بازی کنم. خودت او استعداد رو در خود میبینی که عضویت تیم ملی رو داشته باشی؟ چرا که نه، برو همه وقت خود خور میبینم و دنبال تلاش باشه میتونه برسه. نه برحال فعلا، چون تجربه خوبی ورزشی دارین شما. تست های از شما گرفتن برای انتخاب شدن در تیم ملی؟ البته تست دعوت شدم مثلا، ولی به خاطر مشکلاتی که داشتم و مشکل پاسپورت نه اینا بودن، هم فوتسال هم فوتبال دعوت شدم ولی نشد توی تست برم، مثلا فقط به خاطر پاسپورت خود مشکل داشتم اینا. خواست شما از حکومت، از تجار، کسانی که میتونه دست یک ورزشکار رو بگیره به هر نحوی چی هست به عنوان یک ورزشکار؟ تشکر خاص میکنم از آقای احسانی که واقعا زحمت کشتن توی مدتی که با تیم شیرداغ بودم و دوست دارم که بقیه تاجرایی هم که داخل هرات داریم، داخل افغانستان داریم، بتونه مثلا به دست یک بازیکن بگیره، چون خیلی بازیکنای مثلا داریم که اقتصاد ضعیفه، واقعا نمیتونه مثلا حتی پول تایم خور بده و دوست دارم که مثلا از این برادرها زیادتر باشه و بیشتر کمک کنه برای از این جامعه و جامعه ورزشی. واقعا استعداد خیلی زیادی داریم ما توی از این افغانستان و داخل جبرائیل از ما خصوصا خیلی با استعداد بازیکن داریم که
متاسفانه دیگه کسی نیه که اونا رو مثلا یاری کنه. گفتنی اخیر اگر دارن میشنیم از شما؟ گفتنی اخیر چیز خاصی ندارم دیگه، دوست دارم همیشه بچه های ما همیشه سربلند باشه، حساب ورزش، حساب همه چی، دستاوردهای زیادی داشته بچه های افغانستان و امیدوارم که پله پله همیت پیشرفت بالا بره و بتونیم توی جهان بره حرف گفتن داشته باشیم، بتونیم حرفای گفتنی خوبی داشته باشیم، بتونیم مثلا پیشرفتای خوبی داشته باشیم. بسیار عالی. آقای سلمان جعفری ممنون از شما. زنده و سلامت باشین. تشکر. بینندگان عزیز از شما هم تشکر و ممنون که تا این دم ما را همراهی کردین. در بخش‌های بعدی همچنان با ما باشین. بخش مصاحبه برنامه ورزشکده را دیدیم با مربی، با یک تن از حامیان ورزش و همچنین یک تن از ستاره های ورزش هرات صحبت کردیم. به تیم اتحاد شرداق امسال قهرمان لیگ برتر جبریل شد، با مسئولین این تیم صحبت کردیم تا اینکه گفتنی هایشون چی هست، مشکلاتشون چی هست و همچنین هدف از صحبت با ورزشکاران و شنیدن صدایشون اهمیت به ورزشکارا هست که رسالت هر رسانه هست و ما این را هر هفته انجام میدیم. امیدوارم که با مشکلات ورزشکاران ما در عرصه های مختلف رسیدگی صورت بگیره. بخش با ورزشکاران را با هم دیگر تماشا میکنیم، در ادامه ما را همراهی بکنیم.
بخش با ورزشکاران را با هم دیگر تماشا کردیم. امیدوارم که از بخش با ورزشکاران لذت برده باشین. در این بخش از برنامه رویدادهای مهم فوتبال را داریم که توسط همکار خوب ما آقای احمد احمدی تقدیم شما خوبان میشه. با رویدادهای ورزشی باشین. سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به خبرهای ورزشی این هفته. جام جهانی کرکت در کابل و بلخ به نمایش درآمد. جام جهانی کرکت که اکنون در افغانستان آورده شده است در ولایت‌های کابل و بلخ به نمایش درآمده و قرار است تا دو روز در دیگر شهرهای کشور نیز به نمایش گذاشته شود. این جام قبل از آغاز مسابقات جام جهانی کرکت در کشورهای راه یافته به این مسابقات به معرض نمایش درمی‌آید. ملی پوشان ورزش کرکت پس از حذف از پیکارهای کرکت آسیا در پاکستان به کشور برگشتند و قرار است تمرینات فشرده ای را برای آمادگی هرچه بهتر حضور در جام جهانی انجام دهند. گفتنی است که جام جهانی کرکت قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر به میزبانی هندوستان برگزار شود. تایلند به عنوان میزبان جام ملت‌های فوتسال 2024 آسیا معرفی شد. مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا قرار است بین 15 تیم از 17 تا 28 آوریل 2024 در کشور تایلند برگزار شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله گروهی راهیابی به جام ملت‌های آسیا 2024 در گروه B با تیم‌های اندونزیا، عربستان سعودی و ماکاو به رقابت خواهد پرداخت. ملی پوشان ورزش فوتسال در دو پیکارهای بین‌المللی فوتسال نایب قهرمان و سوم شد و با روحیه مضاعف پا به پیکارهای آسیایی خواهند گذاشت. مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا از تاریخ 7 الی 11 ماه اکتبر سال 2023 میلادی راه اندازی خواهد شد و از میان 31 تیم 8 تیم سرگروه و 7 تیم برتر دوم جواز صعود به جام ملت‌های آسیا 2024 را کسب خواهند کرد. در 19 دوره مسابقات بازی‌های المپیک آسیایی چین 133 ورزشکار از 17 رشته‌های مختلف ورزشی از افغانستان اشتراک می‌کنند. دفتر رسانه‌های کمیته ملی المپیک با نشر خبرنامه گفته است در 19 دوره مسابقات بازی‌های المپیک آسیایی که از 23 سپتامبر الی 8 اکتبر سال روان در شهر هانگجوی کشور چین برگزار خواهد شد، ورزشکاران افغانستانی در این بازی‌ها حضور خواهند یافت. در خبرنامه آمده است که در این بازی‌ها تمام ورزشکاران از بخش ذکور می‌باشند. سلطان جدید فوتبال برزیل نیمار جای پله را گرفت. ستاره برزیلی با دو گلی که در برابر تیم بولیوی به ثمر رساند توانست از رکورد پله عبور کند و به آقای گل جدید فوتبال این کشور تبدیل شود. تیم ملی برزیل صبح روز شنبه در اداری از مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مصاف تیم بولیوی رفت و با نتیجه 5-1 از این تیم عبور کرد. نیمار در این بازی ستاره اصلی تیمش بود و موفق شد دو گل به ثمر برساند و یک پاس گل هم برای رافینیا ارسال کند تا نقش مهمی را در پیروزی پرگل تیمش ایفا کرده باشد. تعداد گل‌های نیمار به عدد 79 رسید تا از رکورد 77 گل پله عبور کند و به تنهایی به آقای گل فوتبال کشورش تبدیل شود. رکورد پشت رکورد، یامال جوان‌ترین گلزن تاریخ اسپانیا. یامال که روزهای درخشان را در بارسلونا پشت سر می‌گذارد و به جوان‌ترین گلزن این باشگاه در لالیگا تبدیل شده بود، شنبه شب موفق به ثبت رکورد جدیدی در تیم ملی اسپانیا شد. یامال در دقیقه 74 بازی اسپانیا در مقابل گرجستان روی پاس ولیاس موفق و گل شد. او بدین ترتیب با 16 سال و 57 روز همزمان به جوان‌ترین بازیکن و گلزن تاریخ اسپانیا تبدیل شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در سومین بازی از مرحله مقدماتی یورو 2024 در ورزشگاه خانگی گرجستان میدان رفت و موفق شد با نتیجه بارگل 7-1 به برتری برسد. در این دیدار آلوارو موراتا هتریک کرد. دانی اولمو، مارکو آسانسیو، نیکو ویلیامز و لامینا یامال برای اسپانیا گلزنی کردند. این بود مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته. سپاسگزارم از توجه شما. بیننده ادامه برنامه باشید. این بود ورزشکده این هفته. امیدوارم که از داشته های این هفته این برنامه لذت برده باشین و مورد تایید و توجه شما عزیزان خوبان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و ورزشکده دیگر، خداوند یار و نگهدار شما ورزشکار و شاداب باشین.